قسمت ششم برنامه جدی تنزه کیارا و امیر اسپار. خب بچه همونطور که بینیم اومدیم با یه قسمت زوج دیگه از برنامه جدی تنزه. حالا میگین چرا زوج؟ چون که ما زوجه شرفتیم. آره به سال بسیار جالبی ما فقط وقت یعنی اون فرصتمون یه جوری بوده که هر دفعه فقط واسه قسمت زوج تونستیم کار انجام بدیم. به هر حال این قسمت داریم با امیر اسپار که بچه‌ها خیلی تعریف کردن که قسمت خفنی. البته جالب اینه که هر قسمتی میاد یعنی او ببین خیلی خفنه. خب کلا همه قسمت‌ها خفن بوده تا الان. درسته. حتی اون که ما شنیم و اون دیگه هم که تعریفش شدیم. فقط قبل اینکه ویدیو رو هم یاد نگید که 3 دقیقه تایم رو لپتاپ و سنگول همینا بزنید. اگه خواستین اینستاگرام فالو کنید آیدیاش اینجا هستش. لینک همین ویدیو که می‌خوام ببینید تو دیسکریپشنه. اگه خواستین تلگرام ما فالو کنید میتونید دیسکریپشن پیداش کنید. چندم نشه فراموش. لینک که دو دیسکریپشن حتما اونجا رو سابسکرایب کنید اونجا که بهترین ولاگ و بهترین پادکست تاریخ انگلیسی فارسی اونجا قرار داره. فیلم سوپر هم اونجا هستش با رفقا دیدیم. یا در خدمتتونیم با نقدی بر سوء استفاده از زیپاپ تو کشور. اینجا جدی طرز برنامه خودتونه. نمیدم زیاد طولش بس. بریم سراغ مهمونه برنامه ببینیم که تو این بیغوله حق داره. امیر اسپار عزیز سلام، چی داری برام؟ سلام باشی شیپور اقبامه. شد بسیار جالب بودش آقا. سوء استفاده از رپ از هیپاپ خب تو ایران که میبینیم که از آهنگای همه استفاده میشه توی رادیو تلویزیون و فلان و این صحبت ها بدون اینکه اجازه گرفته بشه ازشون. شیپور اقبامه برو بریم. عزیز سلام چی داری برام؟ سلام داشتی شیپور اقبامه. یعنی چی؟ یعنی 20 سال زندگیت پر از بیخ داشت تو رو نشون ندن هیچ جاشو تعریف بشی کف صدا سی ماش. خب 20 سال خب زندگی تو عبیق بذاری پای این کار بالاخره هیچ جا پخش نشی و تحریف هم بگن کار داری یارو بیا میگه بابا رپ چیه رپ به بابا حاجی برو کنار. خب یا این که مثلا اون قدیما که توی برنامه شوک نشون میدادن گفتن اینا کارشون مثلا چی آدم برسی حالا پر عبیق داشت تو رو نشون ندن هیچ جاشو تعریف بشی کف صدا سی ماش. پای نداریم و میشه کارا رو اشجم خنده هامو خرج بالا بودش رفت تا اومدیم یکم پا بگیریم تیزی تبر عدل و مش پامون حس کرد. حالا تیزی تبر عدل و پامون مش پامون حس کرد عدل چرا؟ خب ولی جالبیه اینه که پای نداریم کارامون رو عشق مثلا بنا کردیم. خب خیلی چیزه یعنی که آقا چون رپ مثلا خاطر عشقشون مثلا رپ میکنن کارشون انجام میدن. مثلا رپ اونجاستشون اون بستری نیستش که مثلا حمایت آقا بیان آقا اینجا باید بریم این کارو بکنیم حمایت مثلا هستش و فلان حرفا مثلا اینکه از خیلی میدونی چیزهای دیگه که تو میشی روش بکنی. خب چه ورزشی چه موسیقی چه هنری خب یه پایه واسهشون هستش مثلا رپ به اون صورت نیستش. و دوباره برگشتم این قضیه پایه نداشتن حالا میگه تو اومدیم پا بگیریم. خب تیزی هم تبر عدل پامونو مثلا باش پامونو نه هم یه چی پای چرا مثلا تیزی عدل بخواد عدل یعنی عدالت مینه میاد. حالا خرج بالا بودش رفت تا اومدیم یکم پا بگیریم تیزی تبر عدل و مچ پامون اس کرد. حالا رو نروم این سالا تو کشور میره تن و غذایی که دودش دادا تو چش رفت زدم مارو کارمون پخش تو رسانشون گل انگیزه رو این خارا پوچش کرد برامون بیشتر باز. خب میگه وقت میرم که اینجوری هم استفاده میکنم خب بدون مثلا هیچ کردیت یا این صحبت ها این گل انگیزه رو تو چشمون پوچش کرد. گل پولیا گل یا پوچ هستش. خب منظور که از این کلمه بازی ها خب نه که معنیشون باشه. حالا زدم ما رو کارمون پخش تو رسانشون گل انگیزه رو این خارا پوچش کرد برامون بیشتر بازش کن بحثو. یارو مجری کارش عقدست روک میگیره رو ماها کنتور نداره که واسه چندر غاز با عشق لومپن شد تو گوششون این پاپ پخش این بحث لومپن چی بود یادم رفته. خب ولی من همون داستان مجری منظورش همون شب حسین اینا بودش. آره مهران مدیری هم این کارو کرد گفت اسم طرف یعنی هیچ کس اون یکی اسم چند نفر آورد استفاده کرد. خب میگه هیچ حرف هم نره گفتم میگه روما به درد نخور گیره روما ها کنتور نداره که واسه چندر غاز با عشق لومپن شد. بخشی میگه واسه چندر غاز با عشق لومپن شد. اینو من نیستم چون اینو تو دیزر دیدم. خب حاجی چندر غاز میدونی میلیون ها میلیون ها پول میگیرن. خب پس اگه گرفتن رود میسرفینه چندرغاز نیساجی. خب خیلی میگیرن مثلا این کارا عشق دست روک میگیره رو ماها کنتور نداره که واسه چندرغاز با عشق لومپن شد تو گوششون ایپا پخش دم تیغ زود رو زبونا میاد لفظش میدونی دم کی واس قچه کی؟ منو تو صدا سیماس بطنش منظورت اینه همدن شریکن بدبختی اینجا مکتب درید است چرا جرم این مبحث عریشش مورد اول ترس از حقیقت. اوکی مورد اول ترس از حقیقت که آقا تو رپ خب چرا رپ جمعه شده توش حقیقت رو میگن خب بدونه مثلا
انتقاد و اینجور چیزاست. آره آره درسته. توی گوجانشون خب هیپ هاپ پخشه افه. بعد مثلا میان از زبونش هم لفظای مثلا هیپ هاپ میاد. خب من دیدم که همین موجیا و این صحبت ها خب یفه لفظای مثلا از روی شعرهای رپرها میاد اصلا میگن. همین نه یکی از این کاندیدای انتخابات بودش که اصلا حرفه یکی از این اون که مال شاین رفیو گفت بابا یه دانشجو میگفتش فلان حاجی دانشجو آره دانشجو یه چیز دیگه بود دانشجو بوده ولی خب کاری نداری اینو خیلی درست میگه. این مبحث اریشش مورد اول ترس از حقیقت بیا کشور رو دربار بگیریم که رپ هر روز میخوره هر بار یه سیلی میگن شده این پدیده چرکدم بگاهی هوی میشه عزیز مصر یارو میگه داره فیت میشه ای وای اونجا رپ میشه پلیتی که ورساش میاد رو بورسین سیر میشه تکرار بکراند پاپ خونه سلفی ارشاد تا میبینن من دقیق نگرفتم اینجا منظور چی بود ولی آقا رپ رو دربار بگیریم هی میان مثلا چکش یعنی مثلا خب میان یه چیزیه که همیشه میزنن تو سرش خب یعنی هر وقت یه چیزی کم میارن همه میان به این به این مثلا میزنن تو سر این بدبخت خب ولی بعد میشه از مصر خب حالا نم دقیقه منظور چیه ولی مثلا شاید مثل همون کاری که ام جی کرده بود رفت واکسن زد بعد همه جا پخشش میکردن که نگاه کنید آقا فلاچو میدونن که جوونا به اونا نگاه میکنن دیگه فکر کنم منظور این باشه یا مثلا بهش نیاز دارن دیگه مثلا آره وقتی میاسن اونها فهمه زمین دیدی یا به گیر میدن به اینا که مثلا آقا خودشون بکشن بالا ولی آره اون پاپونا نگرفتم چی بود که حالا مثلا میگم میرم با بک‌گراندی که پشتش ارشاد باشه عکس میرن خب حالا که چی اینو نگرفتم یه ورساش میاد رو بورسین سیر میشه تکرار بک‌گراند پاپونا سلفی ارشاد تا میبینن اوزو بدخیت دی کف گیر مالیده به تش مرتی که خیک با تعریش چیپ رپ میگه شیک آره آپشن خوبیه که تشدیدش چی این دیگه هر کسی میتونه باشه خب حالا مرتی که خیک خب چیه؟ شاوسنی که نیستش خب اون یارو اون یکی آره اون یکی رپ و روب حرف ولی خب این حرف الان به چیزم میخوره به این پاپخونه که شب مزخرفی به اونم میخوره دیگه اومد میگه نه بعد تفکیر تحقیر تف کفکش به تعدیق میخوره گیر میدم مثلا به رپ تکرار بک‌گراند پاپخونه سلفی ارشاد تا میبینن اوزو بدخیت دی کف گیر مالیده به تش مرتی که خیک با تحریش چیپ رپ میگه شیک آره آپشن خوبیه که تشدیدش چی اینا حرف پر رو ترجیح نمیدن عجیبه میگن سطحی این رپ سلیقه چی هست اصلا عدیده این جم قوی کلیشی هست ایناست که رپرها تو مزیقه میرن میگه اینا به رپ میگن سطحی حاجی خب اصلش همینه کجاش سطحیه نکنه به کارهای مثلا سطحی چون میگن چی کارهای قوی مثلا میگن کلیشه خب راست میگی دیگه گاز شر نکنه مثلا اون چیزی که مزخرفی میخونه مثلا قویه خب قویش کجاشه تو کونه منه کجاش قویشه تکستش قویشه یا مثلا تمیکس مستر اون داستانش میگن آهنگسازیش قویه کدومش این رپ سلیقه چی هست اصلا عدیده این جم قوی کلیشه هست ایناست که رپرها تو مزیقه میرن یعنی داری میگی دولت بدیه چرا هنر من جرم مدیدش چرا شطرنجی شده است یه پدیده از پای سانسوریم شدیم صور قبیحه یعنی چی از پیمان خوابیم خدا میدونه که کی حالا پاشی هنرمند از کشور دیپورت میشه تکساس میاد تو شعار انتخاباتی این هنرمند دقیقاً هم کیه خب حالا دقیقاً هم داره حرف کیو میزنه شاید همون بحث شاین زفیو میگه که اومد شو حرفش زد که مثلا گفت دو سه نفر بودن خب حالا ولی اینکه مثلا دیپورتن حالا دیپورت که حالا اینجوریه من آقا رفته کشور بیرون دیگه خب ولی کلا زایسا یعنی اون کسی که تو گفتی واسه دولت بده و خطریه و باید بره کشور و برگرده میکنیمش فلان جا اگه بده حاجی شو کلامشو برمی‌داری استفاده می‌کنی واسه اینکه بیا بشی رئیس ملت خب این یک و دو اینکه اون میگه چرا باید بکنه تو پاچش گفتش آقا چی یعنی دولت بدی این می‌خواد بذاره بعد گفتش این پیچوندش گفت آقا چرا از نظر اینا هنر من قویه یا مثلا بعد فلان و این صحبت ها خب میدونی چی میگم نرفت تو پاشش خیلی بلنده البته بستش رو تن کارمون بگرد از سرش هستش همه راه در اومده شده از سرش بسته یو بی تیدن میره رو شبکه ورزش عجب تو فیلم ها میشه چیا گنجیده واسه فروش بیشتر رپ دیالوگ میگه نه یه دقیقه چنگه یه تو قورباغه بود خیلی اصلا بردن هم آهنگ بردن همی چیزه خیلی ولی هستش که اصلا مال هیده که گذاشت رو شبکه بده اصلا نمیخورد اصلا من هشت یومی اصلا این بیته به این موضوع نمیخورد لدی چی یعنی اینقدر شما بی هنر این که حتی کپی هم یه چیزی که بهش میخوره دستتون کپی بکنین میره رو شبکه ورزش عجب تو فیلم ها میشه چیا گنجیده واسه فروش بیشتر رپ دیالوگ میگه مگه نمیگن رپ رو به بیرا خوب میره میترسن تو جامعه بیا دمقی شلب چشم تشنه میشیم رهس پال عقب زشته مسک دیدی حق ماست لگد مال میشه خیلی خوبه رپ چشم چشم خیلی اینجا قشنگ اومد یه بار بهم گوش کنیم واسه فروش بیشتر رپ دیالوگ میگه مگه نمیگن رپ رو به بیرا خوب میره میترسن تو جامعه بیا دمقی شلب چشم تشنه میشیم رهس پال عقب زشته رپ لب چشمه میشیم تشنه
راه سپار عقب. خب یعنی میبرن لب چشمه ولی اونجا میذارن آب بخوریم. خب یعنی چه جوری؟ خب چرا اینا داره میگه؟ چون آقا توی فیلماشون از دیالوگ رپر هست میگن که مردم برن گوش کنن، یعنی مثلا رپ آزاد شه، رپ آزاد شه آر کنین. خب ولی حاجی این خبرو میترسن که بیاد خب وضع خراب بشه. حالا از چند لحاظ، همین که حقیقت گوین، همین که بازار واقعا کساد بشه. آفه. خب میره میترسن تو جامعه بیاد عمقی شلب چشم تشنه میشیم راه سپال عقب زشته مس که دیدی حق ماست لگد مال میشه جا میدون افره جا فقط تفره داش نرن سهم ماست رپم نمیشه دید هنر رو داشتی قداری قصه ما هم دارک میشه جایی بسه خوردیم پشت به سل نیست رپری اینا میگن مفیه مش چیف هرچی گفت. خیلی قشنگ داره میاد، خیلی امیر اسفاگاش خیلی با دل پر داره میگه. اون که آره، ولی طرز رپشو خیلی دوست دارم. خیلی حال میکنم. مثلا اینجا نکو میگه این حق ماست که فقط لگد مال میشه. خب جا میدون حفر چاس فقط. خب خیلی قشنگ میگه جای جایی که میدون ما بدن خب فقط چا حفر میکنن. خب بعد نام چی تیر اداری و کلا حق ما رو میخورن دیگه. خیلی خفن داره میگه میدون افر جا فقط تفره داش نرن سهم ماست رپم نمیشه دید هنر رو داشتی قداری قصه ما هم دارک میشه جایی بسه خوردیم پشت به سل نیست رپری اینا میگن مفیه مش چیف هرچی گفتیم درد همین هاست که میزنن چنگ مثل سگ به زمین ها بلا نسبت چشماشون عشق زریا میشه پر رنگ تر به دلا بسته زدیم ها من هم میشه پر چیکارش کرد؟ حالا اینجا یه لحظه اصلا نمیدونم چه جوری اینا رو به رپ وصل کرد. خب که میگه آقا اینا که میگن درد همین هاست که میزنن چنگ به زمین. خب زمین چی؟ بعد اون طرف مثلا چشماشون پر اشکه، بعد زری ها پرنگتر از زری ها، بعد اینا دلاسی با هم وصله زدیم. خب مثلا این زری ها و زمین ها اینا که با هم قاطی کرده اگه تمام ربطش به رپ چیه بنویسید از آخه آدم نمیگیردی. حالا میزنن چنگ مثل سگ به زمین ها بلا نسبت چشماشون عشق زریا میشه پر رنگ تر به دلا بسته زدیم اینجا. من هم میشه پارتنرم قضاوت هر روز رو در رو واسه بشم به شادت کردم دیگه ارس نخورده شیخ دمت گرمم چاکرم ارادت. اینم از قسمت شیشم جدید تنزه. بسیار جالب بود اومد مثلا دقیقا همون توی که خوش گفتن دیگه چقدر سو استفاده میشه از رپ و ایپاپ و مثلا این احساسات حالا نوجوانا قدیم بوده تا دلن نداره اینتنس‌تر شده بولتر شده آره تایمه کوتاه‌تر بیشتر من این آره فکر کنم مثلا اینجوری سر مردم کلا میذارن دیگه. خب میگن آقا این خیلی جالب بود میگنش رو لبه چشمه خب یا لبه رودی هرچی گفت آقا تشنه خب برش میگه عقب گرد جالب بود. خب بچه‌ها امیدوارم که از ویدیو لذت کافی برده باشین و مقدار گیر داریم سر قصه مختلف های استاپ کردیم که مثلا ببینیم دقیقاً چی داره میگه. یه سری قصه‌هاش هم میگم حالا من نگفتم یا اینکه شما هم نگرفتید تو کامنت ها بنویسید که نظر شما چی بود در مورد این قسمت. بله تا اینجا کدوم قسمت بیشتر همه دوست داشتین یا نخواستین بنویسید تو کامنت ها. مرسی ویدیو تا اینجا که یاد نه که 100 دقیقه تری رو لایک کنید بس اون رو بندازید. یا نخواستین اینستاگرام فالو کنید آیدیاش میتین اینجا ببینید تلگرام تو دیسکریپشن چنل دوام خواستین فالو کنید. یه لینکش تو دیسکریپشن حتما جا سابسکرایب کنید چون که بهترین ولاگ و بهترین پادکست های تاریخ اینترنت فارسی با تو میاد داره. مرسی که ویدیو تا اینجا نگاه کردید. موضوع شیر کنید تا ویدیو بعدی. فعلا.